بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظاتی بهتر در انتظار شما باشه. اسم این برنامه است سربی با مردم و از تلویزیون مردم که فلسفه و شعارش هست تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم، از سال 2003 که اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیان بودیم هنوز هم هستیم و ممنونیم از شماهایی که حمایت کردید، تشویق کردید تا ما باشیم، سرخورده و دلسرد نشیم و نریم. بذارید در همین اول برنامه تشکر کنم از دوستی که پیام گذاشت، ولی وقتی که پیام ها را آماده کردم و پیدا کردم که امروز پخش کنم، امروز یه پیام دیگه ای گذاشت و گفت که لازم نیست پیام رو پخش کنی، چون از آدرس ما میخواست مطلع بشه، من براشون بگم که همون آدرس 3624 که گفتید درسته و اگر روی فیسبوک بودید میدیدید که من روی فیسبوک شنبه یه برنامه گذاشته بودم و تمام وسایلی رو که دیگه از اون خونه‌ای که بزرگتر بوده آمدیم ما این خونه کوچولوتر و نمیتونیم، جا نداری ویلا، اگه جا داشتیم که میآوردیم، گذاشتیم، گفتیم دوستان هر کی میخواد بیاد بخره، هر چیزی هم که فروش نرفت میدیم به سالویشن آرمی یا جایی هست که کمک میکنن به خانم هایی که همسرشون یا اون کسی که باشون زندگی میکنه آزار اذیتشون میکنن، اینها میرن در این پناهگاه ها که بهش میگن شلتر، اون وسایل رو به اونها میدیم. و بعد نبود، همون صبح اول صبح ساعت 10 آمدند و یه عده‌ای خیلی به اصطلاح دیدن ما چیزایی که گذاشتیم با قیمتایی که سوال میکنیم خیلی منصفانه است. مثلا یه چیزی رو که من خریدم 2000 دلار، یادم سالها پیش آقای فیلاوی یه ماشین رو میخواست بفروشه و باهاش که صحبت کردیم گفتیم که اینجا مثل ایران نیست که ماشین که شما بخوای بفروشی گرونتر شده باشه، باید رو کتاب نگاه کنی و اینها. بعد خندید گفت من میخواستم پول بنزینایی هم که زدم داخل این ماشین از صاحب جدید بگیره. من مثلا یک میز کار، اینجا بهش میگن آفیس دسک، میز دفتر کار، با یک چیزی هم پشتش هست که به اون میگن هچ، اینو حدود 2000 دلار 15 سال پیش خریده بودم. یک خانم آفریقایی آمد اونجا و گفت این چند؟ گفتن دوتاشو با هم بخوای ببری 700 دلار. گفتن انقدر آپارتمان کوچیکه جای اینو ندارم. گفتم خب کدومشو میخوای؟ گفت یکیشو میخوام. گفتم چند میخوای؟ گفت که 200 دلار. گفتم من اینا رو 2000 دلار خریدم، اگه فکر میکنی 300 دلار انصاف هست وردار. گفت که خیلی هم خوب و گرفت یکیشو. یک دوستی ایرانی اون هم امروز تماس گرفت بود که من اون میز رو میخوام مثلا برای 50 دلار. گفتم اینو من 1200 دلار خریدم ولی شما اگه خواستی بهت میدم 300 دلار. نوشت که من دانشجو هستم و ندارم. گفتم شما که دانشجو هستی بیا اونجا، من دوتا میز دیگه دارم و اونا یکیشو بهت میدم مجانی، یکی دیگرش هم بهت میدم، یه پول کمی بده، اون پول رو فوری می‌نویسیم میدیم به بیمارستان بچه‌ها. در صورت دوستان اگر چیزی دارید که می‌خواید هم بفروشید، سعی کنید که اونی که از شما می‌خره اونم خوشحال باشه که اینو به قیمت خوبی خریده. خیلی چونه نزنید، خیلی خسیس بازی در نیارید، گریدی نباشید. این هم از این. خانم رایا میگه ششم اسفند هست، ممنونم خانم، متشکرم. و میگن که من الان روی صفحه آقای سربی میبینم سهند فریاد. اجازه بده حالا که گفتی یادم آمد، روی صفحه سربی من این لینک رو هم به کجا، اجازه بده، به تلویزیون مردم، صفحه تلویزیون مردم هم. دوستان شما اگه بخواییم ویدیویی بفرستین و اینها، ما تقریبا 9000 نفر فقط رو صفحه مردم تیوی داریم، 5000 نفر رو صفحه خود من دارم. هر کدام از اینها رو با 10 دلار، 15 دلار، 20 دلار که کمک کنید به تلویزیون مردم، لینک شما، برنامه های شما رو، مثلا آقای امید 9 مارچ داره میاد اینجا، نمایش بالش 3 نفره 16 مارچ، اینا رو ما با قیمت خیلی کمی برای شما میذاریم، به شوخی
به دوستان میگم که در تلویزیون مردم ما تقاضای اینجا میگن آرم اند لگ، یعنی انقدر گرون فروشن مثل این که دست و پای شما رو قطع میکنن. میگم ما دست و پای شما رو قطع نمیکنیم، یه دونش کافیه، یا دستتون رو قطع میکنیم یا پاتون رو. شنیده بودید که میگفتن طبق این فتواها و جرائم نمیدونم شریعه و چی میگن این دادگاه های قرآن مرآن اینا، مثلا میگه دست چپ اینو قطع باید بکنی با پای راستش. عجب، واقعا دیوانه های هستن. خب تو دست و پای اینو قطع میکنی، یعنی اینو حالا یه آدم معلولی رو اینجوری میخوای بندازی تو جامعه چی کار کنه؟ این روزی که دو تا دست داشته و دو تا پا داشته نتونسته مثل آدم های معمولی زندگی کنه، حالا تو یه دست و یه پاشم میگیری؟ ناگفته نمانه. من بعضی وقتا دوستان برام یه فیلمایی میفرستن که یه نفر مثلا دست و پا نداره، بعد اسکی میکنه، دست و پا نداره، چارتاش آب نداره، شنا میکنه. یا دیگه کی هست، یه دختر خانمی هست در ایران، دستاش خیلی کوچولو، نقاشی میکنه، یا دست نداره، با دهانش نقاشی میکنه. و من به شوخی میگم حالا فهمیدم من چرا نقاش خوبی نیستم، اشکال من این دستامه، باید اینا رو قطع کنم تا بتونم نقاشی کنم. در صورت ممنون و متشکرم که هستید با ما. تشکر میکنم بیشتر اگر برنامه ها رو با دوستانتون هم شیر کنید و در میان بذارید. دوستان، اینایی که صفحه فیسبوک رو مثل این خانم شبنم تازه باهاش آشنا شدن و به عنوان اون وقتا میگفتن چی؟ یادتونه بی بی سی اینها هم میگفت این بلنگوی چی بود؟ تبلیغاتی، یه چیزی اینجوری میگن مثل پروپاگاندا، و دیگه آدم رو خسته میکنه. شما نگاه کنید، من حالا براتون نشون بدم. آخه ببینید، مخصوصا خود ما، حالا اسم ایشون رو من نشون نمیدم، شاید دوست نداشته باشه، ولی این قسمت رو نشون میدم. شما اجازه بدین باید با این صفحه براتون عکس بگیرم که بشه قشنگ نشون بدیم. اجازه بدیم یک لحظه نگاه کنیم. و مخصوصا اینا افرادی هستن که یه مقداری سنشون بالا هست و تازگی یاد گرفتن از فیسبوک استفاده کنن. ببینید، این تازه من صبح برای ایشون نوشتم که شما از فیسبوک مثل یک رادیو تلویزیون توی کره شمالی استفاده میکنید. دیدید فیلم ها رو تو خیابوناشون هم همینجوری دارن تو مغز مردم به اصطلاح شعار میخونن. و این اخبار، دیدین اخبارهای نورد کوریا رو نگاه کنید، زنه که حرف میزنه میاد میگید همان برو همان برو کنم برو همان برو، اخبارش هم اینجوری حرف میزنه، برعکس اخبار اینجا که میگن میخندن. اون روز این آقای یک از این چیزایی هست، دستکش هم یه چیز ابریه تو مسابقه میکنن دستشون، مثل نمبر وان شماره یک کرده بود، دستش اینجوری میزد به اینجای اون خانمه که یعنی ما نمبر وان هستیم. البته من از آلمان که اومدم آمریکا حدود 33 سال پیش، خیلی برای من عجیب بود که اینا چرا اینقدر اینجوری شوخی میکنن و حرف میزنن، چون تو آلمان هم نسبتاً جدی هستن. ولی این خانم شبنم، من نمیدونم اصلا، ای کاش یه ساعتی کلاسی چیزی بود. میگه آه سربی الان دیگه این کارها رو نمیکنن، هر کس دزدی کنه تبعید میکنن به کانادا. گفتم بهتون این آقای رزاقی یک طبع طنزی داره و نوشته که اینترنت قطع شد. اینترنت کی قطع شد عزیزم؟ اینترنت ما قطع شد یا اینترنت شما قطع شد؟ اگه اینترنت شما قطع شده، برو یکم راه برو، مغزت هم آزاد میشه، بعد برگرد. بعد همین که برای من نوشتی اینترنت قطع شد، یعنی هست. در هر صورت من نمیدونم منظور شما چی هست، توهین نکن به آن. آقای رزاقی، آقای مانی خورسندی کاناداه، میگه آقا توهین نکن، ما بدونی که دزدی کنیم رفتیم کانادا. باید تاریخش رو نگاه کنید، از این تاریخ به اون تاریخ. دیدی قانونا میگن شامل گرندفادر رول و گرندفادر لا و چی میگفتن اونجا، عطف به ما سبق. میگو مثلا این قانون عطف به ما سبق میشه یا نمیشه. در صورت من کانادا، بله، نه همه نیستن. خب بریم ببینیم براتون چی گذاشتیم. تشکر میکنم از پتیک برای ارسال اون ویدیویی که زباله در ایران، چه برنامه خوبیه. آقای یه روز میره با
یه نفر چوپون، شما میگید چوپان، یه روز میره با یه نفر راننده تاکسی، یه روز میره با یه نفر که در کوره آجرپزی کار میکنن و خیلی هم برنامه خودمونیه. این ویدیویی رو که از امروز براتون میذارم، میدونید الان 2 هفته شادم بیشتر باشه، اون ویدیو رو میذاشتیم که اون آقایی که 70 خورده سالشه و بچهش در تصادف کشته شده و اینها، ولی حاضر نیست هیچ کدام از اینها به اصطلاح چی میگن در راه و هدفش وقفه ایجاد کنه، نشون دادیم به شما. از امروز این فیلم رو میذاریم. این فیلم خیلی جالبه به شماها، این همون پرورشیه که من میگم. آموزش همه ما اینجا دکتر داریم، مهندس داریم، ولی پرورش نداریم. همین که دکتر میزنه جلو صف، اونجا باید واقعا دکتراشو بگیرن، بفرستنش کلاس اول، اونم نه کلاس اول، کلاس اول اکابر، شبا بره بشینه اونجا. این همون پرورشیه که وظیفه دولت، وظیفه مسئولین هست و آخوندها حالا هرچیشون بده، شاید به دلیل اینکه اینقدر رادیو تلویزیون زیاد هست، به یه جوری میخوان این برنامه ها رو پر کنن، یه کمی در رابطه با پرورش کارشون بد نبوده. حتی دیدم بهتونم گفتم یه سری کاریکاتور یا کارتون های درست کردن، نه کارتون باکس، کارتون فیلم درست کردن، نشون میده که مثلا اگه ترافیکه بوق نزنید، اگه یه جای آپارتمانه بوق نزنید، ماشینتون رو جلوی خونه مردم پارک نکنید. اینا آموزش و پرورشه، یعنی هم آموزش میده که یاد بگیریم، هم جامعه رو پرورش میده. این پرورش یافتن خیلی بهتر. شما یه درختی رو اینجا میکاری، اگه مواظبش نباشی کج میره، این ور میره، اون ور میره، درخت و برگ و اینا همش دنبال نور میره، ولی شما میای مهارش میکنی صاف باشه، هی بهش میگی اینجوری اینجوری، وقتی دیگه پرورش پیدا کرد ولش میکنی، دیگه خودش میدونه، من خودش میدونه کجا باید بره. میگه آقای مانی منظور من دزدان حکومتی بود، اگه سوء تفاهم شد معذرت میخوام. در صورت ممنونم از پتیک که وقتی یه فیلمی میبینه برای ما هم میفرسه و یه فیلمی فرستاده بود راجع به یک هواپیمای کانادایی که گویا چندین وقت پیش اینجا، تا حالا چند بار اتفاق افتاده تو کانادا تو آمریکا که اینها واحداشون رو میخوان عوض کنن که همه دنیا یکی بشه، یک چی بشه، استاندارد باشه یا متریک باشه، و به یک موضوعی میخورن، به یک بنبستی میخورن، دوباره این تصمیم ول میشه. یادمه یه بار وقتی که یکی از این سفینه هایی که فرستادن بالا رفت و به اصطلاح چیز شد، نرسید یا منفجر شد یا سوختش تموم شد، هرچی، گفتن که این توی تبدیل ما اشتباه کردیم، به جای اینکه یه اینچ 2.56 یا 2.60 باشه، نمیدونم دقیقا، یه نفر بنویسه. البته اونایی که ریاضی و فیزیک میدونن میرن چندین رقم پشت ممیز، خلاصه اینا اشتباه کردن، وقتی تبدیل کردن کم و زیاد شده، سفینه به جایی که به هوا بره به گاره. یک هواپیمایی رو نشون میده، میگه قرار بوده با کیلوگرم 22000 کیلوگرم، که البته بنزین و اینا رو بر اساس حجمش میگن 22000 لیتر، خلاص آمدن اشتباه کردن 22000 پوند، که هر پوند از نصف کیلوگرم هم کمتره، چون 2.2 پوند میشه 1 کیلوگرم. بمانه اینو بار هواپیما، میدونید که هواپیما توی بالهاش تانک بنزینیش هست، پر میکنن به جای 22000 کیلوگرم 22000 لیتر، و این هواپیما از اینجا بلند میشه میخواد بره یه جای دیگه، وسط راه بنزین تموم میکنه و هواپیما موتور خاموش، چراغا خاموش و اینها، مجبور میشه بیاد یه جایی که مسابقه ماشین و اینها بوده و دیگه حالا صدا هم نمیده هواپیما چون موتورش خاموش شده، مردم هم اونجا بودن، ولی خلاصه میشینه و به کسی صدمه نمیزنه و اینها، هم خلبان هم کمک خلبان از کار برکنار میکنه، خلبانی که 15000 ساعت تجربه پرواز داشته، چون متوجه نمیشن که اینا چی شده و اینها. بعدن که پیگیری میکنن که ما ایرانی ها نمیکنیم، میفهمن که اتفاقا اینا خیلی وارد بودن که تونستن این هواپیمای بدون بنزین رو اینجا بشونن، هم به کار برشون میگردنن هم بهشون جایزه میدن. ممنونم از پتیک. اون فیلم یک روز در زبالدانی و اینها،
یا اینجا به چیز، چون وقتی میگیم زبالدانی، این سطلایی که میریزیم، اینجا میگن لندفیل. من در فارسی هیچ وقت با این لندفیل برخورد نکردم که ببینم یعنی چی، معنیش چیه. کسی میدونه توی ایران اونجایی که آشغالا رو میبرن بهش چی میگن؟ اسم جدیدیه، از قدیم داشتیم. لطف کنه برای ما اینجا بنویسه تا به دیگران هم بگیم. و پیام بینندهی که به اصطلاح گفتم میخواستم پخش کنم، یاد داشتم نوشتم، ولی دوستمون گفته که پخش نکن. ایشون هم از برنامه خانم جیلانی راضی و خوشحال بوده، تشکر کرده، هم از ایشون تشکر کرده، گفته خب خانم جیلانی شما که میبینید کسی نیست، شما بیان جلو، ما که همش نباید منتظر مردا بشینیم، خانم ها هم میتونن بیان و به اصطلاح نقش در سیاست و اینها داشته باشن، در حکومت داشته باشن. و ضمناً ایشون گفته که خانم جیلانی وبسایتی چیزی نداره که آدم بره اونجا بیشتر آشنا بشه. بذار برات یه چیزی بگم، شما اگه میخوای روی دنیای مجازی باشی، به نظر من دیگه وبسایت جایی نداره، باید روی فیسبوک باشی. چون هیچ کس، خود ما الان صفحه فیسبوکمون، صفحه وبسایتمون رو خیلی وقت نمیذاریم، چون فیسبوک یه وسائلی رو گذاشته که خیلی راحت تره. روی وبسایت شما وقتی میخواستی یه عکس بذاری، باید میرفتی میگفتی 3:4، بعد اکثر 3:4 میبریدی، جاشو معین میکردی، اینو میچسبوندی. مثل یه آلبوم بود که باید بلد باشی گوشه های عکس رو بچسبونی، اینو بچسبونی. فیسبوک اینجوری نیست. فیسبوک هر عکسی رو بدی خود اون اندازش میکنه. خب این به اصطلاح امکانات، این فسیلیتی که فیسبوک درست کرده، آدم ها رو تنبل میکنه و میبره به سوی این که من به جای این که بگم این برنامه رو بذارم روی مردم tv.com، میگم بابا ولش کن بذارمش روی فیسبوک. شما فکر میکنم اگه یه صفحه فیسبوک باز کنی، حالا اگه نمیخوای عکس و اسم و اینام داشته باشی مثل دیگران، بذار کوروش کبیر، ولی با مردم در تماس باش. از این بهتر اینه که من فکر میکنم یک صفحه‌ای به اسم خودتون و عکس خودتون بذارید و دوستان قدیمتون میان پیداتون میکنن، فامیلا میان پیدا میکنن. شاید اینو نباید میگفتم، بعضی وقتا آدم از دست دوستان قدیم و فامیلاش میخواد قایم بشه. بهتون گفتم اون دفعه مجید خوشنودی میگه آقا این آقا اومده من یه سلام علیک کرده و گفته آقا فکر کنم شما شوهر خاله من هستین. همچین که ما جوابش دادیم، گفته حالا شما میتونی برای من ویزا بگیری، من بیام آمریکا بمانم. آقای مانی خورسندی میگه انبار زباله، واقعا اینو بهش میگن، دیدم که اونا ریسایکل میکنن بهش میگن بازیابی. بعد دیدم که اونها هم از همین سیستمی که آقای مهندس سهراب چمنارا هم میگه به اصطلاح زباله ها رو میسوزونن و ازش برق تولید میکنن استفاده میکنن و حجم زباله ها رو هم خیلی کم میکنه. تازه زباله هایی که باقی میمونه به صورت خاکستر میشه که اونا رو میتونن باز رو زباله های دیگه بریزن برای پوشش و اینها. اینجا هم هست یه کلمه هم بهش میگن، اون وقتا یادم بود الان یادم نیست، این چیزی اینجوری میگن، یعنی هم مثل کوره ها میسوزنن اینها. بله مجید خوشنودی، علی بنگی میگن به اونجایی که زباله ها رو جمع میکنن. خب دوستان عزیز، 25 فوریه است، یادتون باشه ماه فوریه 28 روزه است و 4 سالی یک بار 29 روزه میشه. من ببینم حالا اینجا چند روزه است، اینو بردارم، اینم بذارم اینجا، این برای پاکت باز کردنه که احتمالا شما نمیبینی، چرا اینجا که میاد میبینی، این برای که دیدی دستتو میکنی تو پاکت میکشی، کاغذ چنان دستتو پاره میکنه و چه درد بدی هم داره. میگن برش کاغذ از همه چی بدتره. هنوز دارم نگاه میکنم ببینم که این ما 28 روزن یا 29 روزه. سال کبیسه که نیست، چون سال کبیسه نیست، هم اسفند و اسفند 31 روزه میشه. یادمون رفتا، یادمون وقتا 6 ماه 31 روزه بود، 6 ماه 30 روزه نه، یک بار کمتر باشه که بشه 365 تا. خلاص اب نداره، فوریه 28 روزه است، سال کبیسه نیست. دلیلی که به شما میگم، من اون روز نشسته بودم اینجا، دیدم که
یکی از این کردیت کارت ها، خب تا دلتون بخواد ما کردیت کارت داریم و تا دلتون بخواد بهشون بدهکاریم. یکی از اینها نوشته بود که 2 روز از پیمنتت گذشته، یعنی قسط ندادی آقا، عقب افتادی. ما گفتیم ما که همیشه معمولا خیلی سیتیزن خوبی هستیم، سر نوبت میایم پولو میدیم و اینها، چی شده؟ بعد رفتم پولو پرداخت کردم روی اینترنت، وقتی رفتم نامه رو آوردم دیدم نامه رفته به آدرس قدیمی، از آدرس قدیمی دوباره اومده اینجا. ضمن این که این میگن اتوماتیک نباید عقب بیفته، ولی چند روزی عقب افتاده بود. و اینو دقت کنید، قبلا کردیت کارت ها گریس پریود، این گریس به فارسی میشه بگیم رضا، مثلا میگن God's grace یعنی رضای خدا. حالا توی چک و معاملات بانکی چی بهش میشه بگیم نمیدونم. شما یه مهلتی داشتید، مثلا کردیت کارتتون که میومد اگه امروز باز میکردید 25 مثلا مینوشت تا 20 مارچ وقت داریم پی کنید. اینا رو هی کمتر و کمتر کردن، دلیلش اینه که شما زودتر بدهکار بشید، چون اگه این پول رو ندی و بگیری اونو از روز اولی که بهت میدن نزول ازت میگیرن، اون وقت این پول رو چون ندادی ازت لیت فی یا دیر پرداخت میگیرن. خانم زویا امین نوشتن که محل بازیافت زباله بهش میگن، که همون لابر ریسایکل، این خوی خیلی ممنون. و اون قسمت لندفیل بهش میگن محل دفن زباله، خیلی هم خوب، یعنی قبرستان زباله. ولی اینجا زباله ها رو وقتی میذارن، چون زباله ها گاز ایجاد میکنه، حتی بعض وقتا آتش سوزی را میفته، یک لوله های از دلش میکشن، بعد شعله های گاز هست. طرف ریچموند اینجا که شما میری، البته اونجا برای contaminated یعنی چیزایی که به اصطلاح ممکنه بنزین داخلش باشه، ممکنه مواد شیمیایی داخلش باشه، یعنی خاک تمیز نیست. مثلا پمپ بنزین ها وقتی میخواد دیگه پمپ بنزین نباشه یا میخوان تانکش رو عوض کنن، به دلیل اینکه این تانک های موجود زیر زمین لیک میکنه و بنزین رفته تو خاک، این خاک رو اجازه نمیدن. بله خاک ها هم طبقه بندی های مختلف دارن، این خاک رو اجازه نمیدن با اون خاک معمولی یه جا برن بریزن روی لندفیل. این خاک باید مبلغ گرونتری بدن بره توی لندفیلی که اونجا آزمایشگاه داره، ببینن چقدر چیزای کمیکال داخلشه، و خیلی هم گرونتر از اینا میگیرن. یکی هم این که راهش دورتره، باید پول بیشتری هم بدن به کامیونا که ببرن. ضمناً یکی از پردرآمدترین مشاغل در آمریکا این شرکتایی هستن که کار زباله و خاکبرداری و اینا انجام میدن. و من یادمه که تو آلمانم اگه کسی کار میکرد صبح برای این زباله بره برداره کنار خیابون و اینا، میگفتن این خیلی پول میسازه. و اگه کسی میخواست اجازه کار کردنشو تقلبی بده به یه دوست دیگه، اون دوستی که میخواست اجازه کار کردن آشغالی ها رو بگیره باید پول گرونتری میداد به اون میدلمن یا واسطه. این هم از این. در صورت ممنون و متشکر. بذارید برم ببینم نوشته ها و اینها. یه بار دیگه دوستانی که قبلا لطف کردن برای تلویزیون مردم حمایت فرستادن یا حمایت کردن به وسیله پست چک اینها، آدرس ما همون 36-24 هست و اون آدرسایی که چیز بود، اون مال موقعی بود که استودیومون جدا بود، ولی از موقعی که منزلم و استودیو مینسم هوم استودیو آفیس، یعنی هم محل کارم هم محل تلویزیون و هم خونم یه جا هست، یک زبالدانی تاریخ هم داریم. کاملا درست میگی، امیدوارم به زودی این ترامپ، مثل که امروز داره میره هانوی و امیدوارم اونجا نگهش دارن، بگن بیا همینجا وایسا تو برای ما بهتری. داره میره هانوی ویتنام، اون آقای جیم اون کینگ چیه، اونم میره اونجا برای سمت یا دیدار دوباره یا بار دوم. و این که خیلی اینجا شلوغ میکنه، میگه اگه من نرفته بودم این میمد میزد و میکشت و فلان و اینها. و یکی بهش نمیگه آقا قبل از تو هم این همه رئیس جمهور داشتیم، نه پدر بزرگ این نه پدر این و نه خودش با آمریکا حمله نکردن، و هر حمله ای بوده شماها رفتید اونجا. جنگ کره و اینها شما نگاه کنید، کره به اینجا نیومده، اینا رفتن به اونجا. بله هرچه
جاه طلب و جلاد و احمق و دیکتاتور هست در زبالدانی تاریخ هست. این رو شما کاملا درست میگید. در هر صورت دوستان بریم برنامه ها رو ببینیم چی هست و با هم بخونیم. میگه در آستانه ورود اون واقعی، اون قلابی اخراجی شد. حالا چرا اینو نوشته یورونیوز براتون میخونه. اولا این قیافش به واقعی هم نمیبره و این صندلی که رانندهش من میبینم از این مهره ها، شما هم از این مهره ها استفاده میکنید؟ اتفاقا من چند مدت داشتم اینا رو و میگن خوبه. اون موقعی که ساعت های زیادی به اصطلاح با ماشین رانندگی میکردم اینها، ولی الان احتیاجی ندارم. بذارید بهتون نشون بدم. اینو میگم، این تو ماشین که نشسته این حاج آقای اون، ببینید این مهره ها رو میگن، این مهره هایی که پشت صندلی هست. راننده های تاکسی اینجا خیلی هاشون دارن و اینا اولا 10 دلار بود، فکر کنم الان نقل 15 دلار 20 دلار باشه. ولی اینا رو ول کنیم، بیان سراغ مقاله. و آهان، اینو من استفاده کردم برای صندلی آفیس. برای صندلی اینجا حسنش اینه که عرق نمیکنه، حسنش اینه که هوا از توش عبور میکنه، گرم نمیشه، حسنش اینه که چوبه و این مهره های چوبی، چوبم خب میشه بگیم طبیعی ترین چیزی هست که توی چیز داریم، توی طبیعت داریم. میگه در آلمان سپورها بیشتر از یک مهندس حقوق میگیرن، اصلا برای استخدام سپور پارتی بازی میشه. پس هنوزم مثل همون تقریبا 36 سال پیشی که من هم در فرانکفورت بودم و یادمه اون منزا میگفتیم، چی میگفتیم، بچه هایی که میرفتن دانشگاه از این و اون اجازه کار میگرفتن یا بعضی هاشون اجازه کار داشتن، من یادمه که سر این اجازه خرید فروش این صحبت ها بود. البته ما انقدری اونجا نموندیم که بخوام اجازه کار از کسی بگیریم یا اجازه کار بخریم، و فقط یک چند روزی رفتیم انگورچینی در مزاره که خیلی کار سختی هست و تمام دستامون زخم شد، و بعد چند کلمه آلمانی که یاد گرفتیم به عنوان دولمیچر یا مترجم دوستانی که از ما کمتر بلد بودن یا بلد نبودن، برای همین امنستی اینترنشنال و تورستوی فاندیشن و اون یکی دیگه سوشال امپ بود چی بود، می رفتیم اونا هم اول به اون گفتن که خب ما یه پولی باید به شما بدیم. گفتیم که نه خب مهم نیست، سوشال به ما میده. گفت نمیشه، شما وقتی میای یه کاری میکنیم ما باید یه پولی بهتون بدیم. گفتیم خب ما انگورچینی کردیم ساعتی 1.5 مارک، خندهشون گرفته بود و ساعتی نمیدونم 7-8 مارک به ما میدادن. بازیگر استرالیایی که شباهت خیره کنندهی به کیم چونگ اون جونگ اون رهبر کمیل شماری دارد، از خاک ویتنام اخراج شد. اینه بازیگر ویتنامی، بازیگر استرالیایی. این کمدین که به نام هنری هاوارد ایکس مشهور است، روز دوشنبه ششم اسفند اعلام کرد که مقام های ویتنامی دو روز پیش از ورود رهبر کره شمالی برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا او را از این کشور اخراج کرده اند. کیم جونگ اون قلابی به همراه فرد دیگری که بسیار به دونالد ترامپ شباهت دارد روز جمعه در خیابان‌های هانوی پایتخت ویتنام حاضر شده و توجه مردم و رسانه‌ها را به خود جلب کردند. او هنگام عزیمت به فرودگاه برای بازگشت به کشورش گفت طنز سلاح قدرتمندی علیه دیکتاتوری است، اما کره شمالی‌ها اصلاً طنز درک نمی‌کنند یا درک طنز ندارند. وی همچنین گفت که ماموران ویتنامی پیش از اخراج او از او خواسته بودند که نزد را برهم نزند. به گفته این هنرپیشه راسل وایت، مردی که ظاهری شبیه ترامپ دارد و رفتار او را تقلید می کند، از ویتنام اخراج نشده، اما اجازه حاضر شدن با این ظاهر در فضای عمومی را ندارد. هاوارد ایکس در ماه جوان سال گذشته در زمان ملاقات اول ترامپ با اون در سنگاپور حضور یافته
و به گفته خودش برای دقایقی به دست ماموران محلی بازداشت شده بود. او همچنین در زمان برگزاری المپیک زمستانی 2000 اینا برای خودشون کار درست کرده. این دوتا قلابی هستن. این روزا دیگه قلابی بودن و گریم کردن و شما شکل موهاتو که عوض کنی میشی شکل یه نفر دیگه، ریش بذاری میشی شکل یه نفر، ریش تو بزنی میشی شکل یه نفر، گریمم که نگو و نپرس. چندین سال پیش خدا رحمت کنه خانم سوسن هم زنده بود و اینجا یک رستورانی داشتیم به نام ساقی و آقای جمال وفایی و خانم سوسن آمده بودن اونجا. این اصلا قبل از این بود که من حتی در رادیو تلویزیون های ایرانی باشم و اینها، و من ریش داشتم و وقتی نشسته بودیم جمال وفایی اشاره کرد به من، گفت که دوستان آقای ستارم اینجا هستن. مردم هم دست زدن، بعد هر کی میمد بلندش بره دستشویی یا بره غذا بگیره و اینا، هی وای میساد با ما سلام علیک میکرد. ما کارمون شده بود هی بگیم آقا ما ستار نیستیم، این شوخی کرده، ول نمیکرد. آخر بلند شدن رفتم گفتم آقای وفایی این چه بلایی بود سر ما آوردی، ما با خانوادهمون اومدیم بشینیم اینجا استفاده کنیم، لذت ببریم از صدای شما. و جمال وفایی صدای خیلی خوبی داره ولی هیچ وقت معروف نشد به دلیل اینکه با تقلید صدای دیگران شروع کرد. در هر صورت آخر جمال وفایی گفت که خانما آقایون مزاحم آقای سروی نشید، ایشون ستار نیست، ایشون هزار تاره. گفتیم بابا دیگه بدترش کردی. در صورت اینم از این. خب این آقا پیمان صالحی یا صلاحی برنامه‌ای رو درست میکنه و ما هم بهش گفتیم اگه خواستی برنامه‌هات قشنگ خوبه وقت میذاری بیا در تلویزیون مردم هم پخش کن. گفت آقا شما میدونی من طرفدار چه سیستمی هستم؟ گفتم ببین در تلویزیون مردم شما طرفدار هر سیستمی میخوای باشی، اینجا هم داری حرف بزنی. بعد هیچ خبری دیگه ازش نشد. ولی ویدیوهایی که درست میکنه خوبه، کارش قشنگه، بررسی هایی که میکنه البته من انتقاداتی هم دارم. اگه دوست داشتی یه چند بار امتحان کن، برنامه هاتو بذار و ما هم حق انتقاد رو به اصطلاح برای خودمون نگه میداریم. برگردیم به یورو نیوز یا یورو نیوز و براتون بخونیم که قرارداد با ایرباس معلق، بوئینگ لغو و ATR بلا تکلیف است. این هم تکلیف آخوندا بعد از 40 سال با پروازهای هواپیمایی و ماجرای ایران. و اما سپهر سیاسی فرانسه، افزایش محبوبیت ماکرون و کاهش حمایت از جلیق زردها. خانم دکتر جیلانی هم روز جمعه گفتن جلیق زردها و اون حرکتشون کم کم یواش شده و از بین داره میره. دلیلش رو من فکر کنم این بود که متوجه شدن خارجی ها دارن توش نفوذ میکنن، نه خارجی های مثل من و شما، دولت های خارجی داشتن توش به اصطلاح دخل و تصرف میکردن. و اما دیشب مهمترین خبری که در آمریکا بود این جایزه اسکار بود و مهمتر از اون که مجری نداشت. البته وقتی هم فکرش میکنی مجری هم اصلا لازم نیست، چون اینا یه چیزی دیگه دارن حالا به نام پرزنتر و اونا میان صدا میزنن. اینها مجری یه نفر شده بود که اول میامد مثل مستر آف سرمونی برنامه رو باز میکرد، چند تا جوک میگفت، بعد به ترتیب این آقا یا این خانم یه کسی رو صدا میکنه یا یه کسانی رو صدا میکنه، اونا میان جایزه ها رو میدن. اینا دیگه اینو حذف کردن به دلیل اینکه اون آقای کوین هارت که قرار بود برنامه داشته باشه چندین وقت پیش راجع به گیا و همجنسگراها صحبتی کرده بود که گفتن نه نمیخوایم، و دیگه بعد که اونو برداشتن دیگه هیچ کسی هم نه حاضر شد بیاد و نه اینا رفتن دنبالش. در جایزه اسکار دیشب، اسکار بهترین مستند برای یک ایرانی آمریکایی. جالب اینه که این خانم ایرانی آمریکایی که خیلی هم جوان هست و من الان عکسش رو به شما نشون میدم 25 سالشه. اجازه بدید این اسکار، بله اسکار بهترین مستند برای یک ایرانی آمریکایی. بعد نوشته که رایکا زهتابچی، یادتونه یه مایه ظرفشویی در ایران بود اسمش ریکا بود، رایکا زهتابچی
ما یک کشتیگیری داشتیم توی شیراز، زهتاب اسمش بود. حالا این سم اگه باشدش سعید میگه آقا تام هرچی فامیله میگه تو شیراز هم داشتیم، ولی وقتی خدایش فکر میکنیم اگه ایران وقتی شروع شده فامیل به این و اون بدن چند تا بوده؟ مثلا یزدانی بوده همه جا هست، مثلا بهار بوده همه جا هست، ولی بعضی از فامیلا خیلی جالب بود. مثلا یه فامیلی بود که آقای خرگاه، و بنده خدا رفت فامیلش عوض کرد گذاشت برنافرد، بعد بازم همه به نام آقای خرگاه میشناختنش. امروز یکی از تلویزیون‌های فرانسه گفت که برنده اصلی و واقعی جلیق زردها آمازون است، حتما اون جلیقه ها رو فروخته بهشون. خلاصه این خانم زایکا زهتابچی برای ساخت فیلم مستند پریود پایان جمله که درباره مسائل اجتماعی مرتبط با مسائل بهداشتی زنان در هند است، اینجا میدونید اون دوره قاعدگی و اینا رو میگن پریود، و من اینو تبلیغش دیده بودم ولی وقتی نوشته بود پریود اینا به نقطه هم که میذارن سر نقطه سر صد میگن پریود یا دات که میگن اینجوری، در اصل اصلا فکر نمیکردم درباره مسائل بهداشتی و قاعدگی زنان و اینها باشه. بعد خود این خانم هم گفته که من باور نمیکردم که یک فیلمی درباره بهداشت زنان و قاعدگی و اینها به اصطلاح این جایزه رو بگیره. این مستند روایت زندگی زنانی است که به علت عدم دسترسی به وسایل بهداشتی با مشکلات زیادی در روزهای پریود خود مواجه هستند و گاهی این مسئله به ترک تحصیل دختران منجر می شود. و اگر به دینها و مذهبها شما رجوع کنید می بینید دینها یکی از اشکالات بزرگشون همین چند روزی هست که خانم ها دوره ماهانه دارن و به اصطلاح این حالا یا براشون مشکلاته یا هرچی، میگن لازمه باید هورموناشون تنظیم بشه و اینها، و نشون میده که دین ها هنوز در قرون وسطا، والا قرون وسطا که خوبه، در اون دوره سنگ و این چیزا زندگی میکنه. و اما امروز امام جمعه ایران شهر قلب رژیم اسلامی را هدف قرار داد، احتمالا مال روز جمعه بوده. دوستان چیزی نوشتن و آقای تیمسار هوشنگ آریانپور نوشته هموطن گرامی 40 سال است که همین ذکر مصیبت ها را از دهان هزاران ایرانی شنیده ایم، نتیجه چی بوده؟ چه دردی درمان شده؟ بلکه هر روز از روز قبل بیشتر و بدتر شده است. راه حلی که شما واقعا به آن اعتقاد دارید و می تواند ما را از این مصیبت خود ساخته من و شما این نوعی به وجود آمده است چیست؟ البته یادمان نرود که بخشی از خود ما مردم در ایجاد این خرابکاری های کشور برانداز دخالت مستقیم داشته و داریم، چرا گناهش را به گردن دیگران می اندازیم؟ شما راهی چیزی دارید؟ من یه انتقادی کرده بودم، بعد یک آقایی نوشته بود که خب آقا به نظر می رسه شما از همه انتقاد می کنید، شما چه کسی رو و چه برنامه ای رو و چه حزبی رو دوست دارید؟ نوشتم که من دوست دارم شما بشی رهبر جنبش ما میریم به ایران، اون وقت من شما رو حمایت میکنم، جنبشتونم حمایت میکنم، حالا هر وقت خواستی ما میریم به ایران جنبش را بندازی برنامتم بگی من یکی از اعضای گروه شما میشم. پس شما همتون دروغ میگی. این خانم شبنم از 2 هفته پیش که با فیسبوک آشنا شده تا حالا دروغ میگم اگه بگم 2 میلیون، ولی 2000 تا شت فرستاده. نمیدونم رضا پهلوی رفت کباب خورد، رضا پهلوی فردا رفت ترکمون زد، به من چه؟ هر وقت گفت میخوام برم ایران بگو تو ما تو خبر بگیم 4 نفر برن همراه. آخه خجالت بکشید، از خودتون خجالت بکشید. ببینید این نوشته ای رو که رفته تو ققنوس خونده، ببینید چیه، یه چیزی رو نوشتن دادن دستش. اون وقتا یه تیمساری بود، نمیدونم آقای جهان بخش بود کی بود براش مینوشت، جهان شاهی بود، جهان بخش بود، کی بود؟ الان دیگه اونا هم نیستن، احتمالا حقوق میخوان ازش، این همینجوری میده به یکی براش بنویسه.
جمله هارم نمیتونست بخونه چون حتی قبلش یه بار از روش نخونده بود. آخه خجالت بکشید. این رهبر شما، اوکی، مبارکتون باشه. برنامه‌تون چیه؟ شما که مثل رژیم جمهوری اسلامی به گل افتادید، خر در گل مونده. نه برنامه‌ای، نه سیاستی، نه اقتصادی، فقط دست گدایی دراز. آقا یه پول بده ما میخوام جنبش را بندازه، آقا یه پول بده. هر جنبشی شروع شده این مردک دیوانه تنبل به یه نوعی اول آمده چند روزی با اینها بوده، بعد که رفتن اینم رفته سراغ کار خودش. این چند روزم چند روزیه که به دفترش زنگ میزنن آقا رضا بیا فلانجا در فلان رستوران بشینیم با هم شام بخوریم، در فلانجا جمع بشیم نهار بخوریم. بعد یه نفر میگفت که رفتیم باهاش قرار گذاشتیم، رفتیم بیرون، تعجب کردم دیدم نشست بیرون خیابون تو هوای آزاد. گفتم برای که سیگار میکشه داخل راش نمیدم. بعدم تو فکر میکنی کی میاد اینو ترور کنه؟ کسی که جمهوری اسلامی بهش امنیت داده، گفته آقا برو کار برو دنبال درست. خمینی بهش گفت بچه برو دنبال درست، که حرف اونم گوش نده. بله خب خوشحالم آقای مصطفی محمدی هم اینجاست. آقای مصطفی محمدی شما چنان ضربه به این سازمان مجاهد زدید که میدونید شما یه سنگ وقتی میندازید تو آب این اینجوری هی چیز میشه، موج درست میکنه. اون سنگ رو شما انداختید و این موجها که درست شده مصاحبه کانالای انگلیسی، مصاحبه تاپ چنل، مصاحبه اشپیگل و اینها، من فکر کنم همه اینها به اصطلاح از نتایج اون فعالیت های شما بود. ضمن این که خانم معینی گفت گویا قدیمم اشپیگل با ایشون هم مصاحبه داشته، ولی اون زمان حتی نگفتن که با یک زن مصاحبه کردیم با یک مرد، چون اگه میگفتن زن شناخته میشده این خانم. و اما دوستانی که طرفدار اسرائیلن، دوستانی که کاسه از آش داغتر هستن، من بارها گفتم این کاسه از آش داغتر مثال خوبی نیست. برای من که صبح میرفتم تو شیراز آش میخریدم میومدم، ما که هیچ وقت دستمون رو تو آش نمیکردیم که ببینیم آش چقدر داغه، ولی کاسه رو که میگرفتیم دستمون میدیدیم که چقدر داغه و بعض وقتا مجبور شدیم بذاریم زمین، بعض وقتا کتمون رو در میآوردیم کاسه رو با کتمون میگرفتیم. اگه نون خریده بودیم اون نونم داغ بود باز، ولی بهتر از این آش بود، میذاشتیمش رو نون و الی آخر. اینایی که از کاسه های داغتر از آش هستن، ببینید من جزو این گروه نیستم، جزو گیرندگان نامه ها و اعلامی های این Jewish Voice for Peace، یعنی صدای کلیمیان برای صلح. برای اینا نوشتیم نامه هاتون هم به ما بدین بخونیم، هم یاد بگیریم ببینیم نظراتشون چیه، هم در تلویزیون در برنامه همون برای دیگران هم بگیم. اینا میگن که ما دنبال Justice, Equality and Dignity. این دیگنیتی رو بعضی ها غیرت میگن، بعضی ها شرف میگن، نمیدونم هر جور دوست داری. و Equality برابری و مساوات، Justice هم یعنی عدالت، عدالت، مساوات. حالا اون دیگنیتی رو یه چیز فارسی خوب براش پیدا کنی بر من بنویس. میگه که We are 8 weeks into 2019 and the attack are non-stop. میگه ما 8 هفته هست سال 2019 رو شروع کردیم و حملات به اصطلاح وای نساده داره همین جوری میاد. منظورش حملات صهیونیستا هست، منظورش حملات تندروا هست، منظورش حملات این ترامپ شارلاتانه. ترامپ اومده یه نفر رو گذاشته مسئول رسیدگی به گرم شدن محیط زیست یا نابسامانی های محیط زیست. باورتون نمیشه، این مردک سالها پیش گفته بود ما اگه گاز کربونیک رو محکوم کنیم مثل این میمونه که کلیمیا رو محکوم میکنیم به خاطر هیتلر. یه چیز، یه جمله مزخرفی گفته که همه چشاشون اینجوری باز شده، به قول خودشون دهناشون اینا وقتی یه چیز میخوان بگن میگن جا فک که من افتاد رو زمین، اینقدر آمده پایین. اینو گذاشته که بررسی کنه ببینه که اون کلایمت چنج
یا گلوبال وارمینگ. گلوبال وارمینگ غلطه، چون یه جایی سرد شده، یه جایی بارونای سیل آسا میاد و اینها گذاشته مسئول این. از همین کارش بفهمین این مردک چقدر دیوانه است. 2 سال گذشت و این هنوز کابینه خودش رو نتونست تکمیل کنه. هیچ کس حاضر نیست بیاد توی کابینه کار کنه که این انتظار داره فقط بگن بله قربان، بله قربان، یه سر یه سر، همون بله آقا بله قربانه. اونایی که شرف دارن، اونایی که سواد دارن، اونایی که چیان نمیان. بله ممکنه دوتاش هم شرف و سواد و فدای پول کنه بیاد فعلا بگه حقوق میگیرم، جاه و مقام پیدا میکنم. ولی شما نگاه کن، نماینده دائم در سازمان ملل نداره، نمیدونم وزیر این نداره، وزیر اون نداره. یکی برای من بفرسته چند تا وزیر باید داشته باشه، چند تا داره. تازه از اینایی هم که داشته تا حالا چند تاش دستگیر شدن، چند تاش زندانی شدن، چند تاش تو صف دادگاه هستن که برن دستگیر و زندانی و الی آخر. و جای تأسفه که وقتی که این کلیمی ها میان از صلح و آرامش صحبت میکنن، افراد خودفروخته ایرانی ما داریم که با قربون صدقه رفتن و قربون صدقه کردن نتنیابو، دقیقا همدن میگم نتنیابو چون یابوه، نتنیابو و ترامپ شارلاتان، اینا فکر میکنن که اینها خیلی آدم های خوبی هستند. در صورتی که کلیمی های خوب دنبال جنگ نیستن، فقط صهیونیست ها هستن، اونایی که دنبال پول، دنبال این هستن که حق مردم دنیا رو زیر پا بذارن تا خودشون پولدارتر بشن، اونها هستن. این پیام دوستم رو گذاشتم اینجا که پخش کنم، ولی همون اولش گفته پخش نکن و ضمناً گفته که فقط بگید که آدرستون همون 3624، بله 3624 3624 راکی میدو کورت، چون آگهی زده بودیم در فیسبوک این آدرس هم به اصطلاح اعلام کردیم و ما از روز اول هم هیچ ترسی نداشتیم، حتی نوشته بودیمش روی چیز. بعضیا گفتن آقا پی او باکس بگی، بعضیا گفتن دیگه تو مچ اینفورمیشن. ما گفتیم خب هر کی خواست زنگ میزنه، ایمیل میفرسه، ما هم براش آدرس میفرسیم. در هر صورت ممنون، متشکرم. یادمه که چند سال پیش هم ایشون یک کارتی فرستاد و از تلویزیون مردم هم حمایت کرد. منم دعوت کرد که هر وقت میریم توی اون ایالتی که ایشون هست به اصطلاح با ایشون باشیم یا مهمانش باشیم. ممنون و متشکرم. جنگ سرد اعراب و ایران در حال گرم شدن است. این ماجرای جنگ سرد و اینها میدونید که الان دیگه اگه جنگ سردی باشه، جنگ سایبر هست که از طریق کامپیوتر و سایبر اسپیس و اینها میفتن به جون هم دیگه و امیدوارم که نباشه. ولی بخونیم ببینیم این مقاله چی نوشته و این عرب ها چرا اینقدر با ایرانی ها بدن. جنگ سرد اعراب و ایران در حال گرم شدن است. عبدالرحمن فتح اللهی عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی تهران. دیپلماسی ایرانی پس از وقفه نزدیک به 6 سال از رزمایش سپر جزیره نو در فوریه 2013 در کویت، دیروز شنبه منطقه الشرقیه عربستان سعودی آغاز رزمایش دو هفته‌ای سپر جزیره ده یا ببخشید با حضور نیروهای نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را شاهد بود. رزمایشی که همزمانی آن با برگزاری مانور دریایی ارتش ایران موسوم به ولایت 97 در آبهای خلیج فارس میتواند نشان از چنگ و دندان نشان دادن تهران و شورای همکاری خلیج فارس به یکدیگر با رنگ و بویی مسلحانه باشد. اما این تحولات آبستن وقایعی در غرب آسیاست و یا اینکه همزمانی برگزاری این دو رزمایش صرفاً یک تصادف زمانی است؟ آیا اقتضاعات دو طرف کار را به جای رسانده که در پشت سنگرهای نظامی به دنبال تصفیه حساب هستند؟ حالا دیگه من نمیدونم، این درست گفت، جنگ سردشون تبدیل داره میشه به جنگ گرم. سپر جزیره ده مکمل نشست ورشو است،
سوالی. بر کسی پوشیده نیست که اساساً ماهیت شورای همکاری خلیج فارس بر تعارضش به سیاست‌های تهران طراحی شده است. لذا از 25 می 1981 تا به امروز این شورا در طول عمر 38 ساله خود برنامه‌های جدی را برای تقابل با نفوذ ایران در جهان عرب ذیل شعار تشکیل بلوک غربی پی گرفته است. اما در دوران پادشاهی خاندان سلمان و به خصوص بعد از قطع مناسبات تهران و ریاض در 3 ژانویه 2016 نقطه عطف این تخاصم با شدت یافتن دور تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک ها ببخشید دور تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک گذاشته شد که تا به امروز هم ادامه دارد. خلاصه منتظر باشیم ببینیم چی میشه، چون ما در تلویزیون مردم بارها گفتیم که یه پاراگراف یا دو تا رو میخونیم، باقیش اگه شما دیدی اونی که ما گفتیم براتون جالب بوده میرید دنبالش. ممنونم از آقای حسن خزایی که این خبر رو فرستاده بود. و اما شلیک موشک کروز از زیردریایی در سومین روز رزمایش ایران در جنوب، این رو هم بخونیم که در رابطه با همون خبر هست و این رو هم باز یورو نیوز فرستاده. و اجازه بدیم من تصویر یورو نیوز هم بهتون بدم اینجا و این حالتی که پیش میاد چند لحظه سفید میشه و میره، اینی که از این کامپیوتر میخواد بره به اون کامپیوتر. بله، شلیک موشک کروز از زیردریایی در سومین روز رزمایش. میگه روابط عمومی ارتش ایران اعلام کرده است که در دومین روز از برگزاری رزمایش نظامی این نیرو در خلیج فارس یک موشک کروز از زیردریایی قدیر آزمایش شده است. این رزمایش سه روزه که ولایت 97 نام دارد از روز جمعه و در محدوده سواحل جنوبی ایران شامل تنگه هرمز و دریای عمان یا عمان دریای عمان درست بکن آغاز شده است. ایران در روز دوم این رزمایش دو موشک کروز دیگر را نیز آزمایش کرده است. اینجا هم نوشته زیردریایی کلاس قدیر نیروی دریایی در رزمایش 90 با شلیک یک فرد. هیچ عکس از داخلش هست، احتمالاً یه ویدیو هست یا گزارشش. و اینا هم دلشون به این چیزا خوشه، مثل بچه‌ها پسرها یادتون اسباب بازی‌ها مخصوصاً اگه جنگی بود خوشحال می‌شدن. و جای تأسف واقعا ملتایی که مردمشون گرسنه هستن، جوان‌ها کار ندارن، بیشترین پولا رو خرج وسائلی میکنن که میخوان برن بیافتن به جون همدیگه و همدیگه رو نابود کن. و اما انتخاب نخستین زن به سمت سفیر جدید عربستان در آمریکا. این عربستان فکر میکنه مثل ایران، درست مثل شاه که یه کارای میکرد که کشورهای دیگه هم تعجب میکردن، این سلمان نمیدونم چی محمد بن سلمان، این فکر میکنه مثلا اگه سفیر زن بفرسته این پیشرفته است. اون وقت از اون بر کره خبر هم میداره سر ژورنالیست رو میبره بدنش تیک تیکه میکنه. این اشکاله، اینا نمیخونه به هم، اینا نمیفهمن توی عقب افتاده یا زمان احتیاج داری که 1000 سال دیگه برسی به کشورهای دیگه، یا آموزش و پرورش احتیاج داری که سریعتر برسی. آموزش و پرورش ول میکنه، فکر میکنه با پول میتونه این کارا رو بکنه. خب انتصاب نخستین زن به سمت سفیر جدید عربستان مبارک باشه. ویدیوی بدرقه کیم جون اون قطار رهبر کره شمالی در مسیر ویتنام. به نظر میرسه که این رهبر کره شمالی از سوار هواپیما شدن میترسه، هر جا میخواد بره با قطار میره، اون قطار هم قطار مخصوص خودش. اون دفعه سنگاپور رفته بود، این دفعه رفته ویتنام و هر دو با قطار. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. اردوغان گفته منطقه ام در مرز با سوریه باید تحت کنترل ترکیه باشد. این هم زورآزمایی اردوغان که یکی از اون 5 تا امپراتورایی بود که اون آقای برنارد هنری لوی گفته.
اسم برنارد هنری لیوی رو تایپ کنید، ویدیوهای مختلفی مثلا جمعه گذشته آمده بود در برنامه بیل مار. بیل مار رو هم اگه مثل ایرانی میخوایم تلفظ کنیم میشه بیل ماهر، MAHER، بیل مار اینجا میگن. بنویسید و نگاه کنید، خیلی جالبه. و پتیک هم گفتم که نوشته که آقاجون سلام، این فیلم زباله شهر تهران را تماشا کن، حرفهای جالبی داره و مجریه خیلی مجریه راحتی، خیلی شوخ‌طبع و بهش تبریک میگم. این لینکش هم من میذارم برای اینایی که از طریق فیسبوک الان دارن ما رو میبینن، به یه شرط که الان نرن نگاه کنن، یا نمیذارم الان، میذارم بعدا. نه قول که بدی همینه. وایس این یه HTTP هم میخواد، HTTP بله. خب اینجا هم بزنیم خودمون روشن کنیم یکم هم به دوستانی که، من که میدونم شما حالا میرین نگاه میکنی، ولی بذاریم به دوستانی هم که اینجا هستن نشون بدیم. یک لحظه صدای اینو کم کنم، اینو هم براتون بیارم اینجا. داک تیوی، آها این خیلی آدم جالبه این آقای. صحنه اولش با ماسک شروع میشه، کپچر سلکت ایریا، بله اینجا به اینجا. خب بشینیم چند دقیقه رو نگاه کنیم، میدونم بعدش هم یوتیوب یقه ما رو میگیره، میگه چون اینو گذاشتی برنامه چنین چنان. با هم ببینیم. مرگ ندارن اینا، عجیبه با این همه ظرافت 100 سال طول. خب وقتی میخوای از یوتیوب نگاه کنی از بین بده. مدام هم در حال تکسی. بله این داره درباره پلاستیک صحبت میکنه. میدونید کیسه های پلاستیک که چند سال آمد و همه خوشحال که چه چیز خوبیه، هم سبکه هم محکمه، اینها بعدن دیدن که چه اشتباه بزرگی انجام شد. و بله این پکت های کاغذی تش در میره، خیس میشه، ولی پلاستیک اینا رو نداره. میگن پلاستیک 400 سال طول میکشه تا از بین بره. البته من تعجب میکنم این همه دانش بشر پیش رفته نمیتونه یه محلولی درست کنن، یا با آتیش زدن همه چی از بین میره، چجوری این 400 سال؟ حالا بعد لابد میخوام بگن اشتباه کرد. و خیلی شهرها توی کالیفرنیا و اینا مثلا کیسه های پلاستیکی ممنوعه. اینجا شما کیسه پلاستیکی اگه بخوای با پول بدی، ولی کیسه کاغذی رو بهت مجانی میدن، پاکت کاغذی رو بهت مجانی میدن. بعضیا رفتن دوباره سراغ همون زنبیل، اون سبدایی که خودتون میبردیم، مادر بزرگا داشتن، مادرم هم داشت، یه چیز پلاستیکی بود و اینو میگرفتن دستشون میرفتن خرید میآوردن، دوباره فردا همینو میبردن. ولی ما میریم پلاستیک میاریم، این پلاستیکا رو میندازیم سطل آشغال، خیلی تازه بخوایم صرف جویی کنیم خود پلاستیک رو به عنوان پلاستیک زباله و آشغال استفاده میکنیم، بعدم گرش میزنیم میندازیمش که میگن این چیزایی که توش میمونه انگار که شما گذاشتی و این دیگه خراب نمیشه، باز نمیشه. البته ایشون رفته اونجایی که این زباله ها رو میچرخونن با سرعت زیاد و باعث میشه که این پلاستیک ها پاره بشه، اینها بیان جدا و وای میسه تفکیکشون میکنه، جداشون میکنه. اینجا همون قسمت بازیابی هست و اینها، ولی تعجب میکنه میگه اینها چجوری اینجا کار میکنن؟ میدونید چجوری اونجا کار میکنن؟ همه افغانی هستن، یه دونه ایرانی اونجا نیست. اینو میگم برای ایرانی های احمق و پوفیوزی که مثل آمریکایی‌های احمق و پوفیوز و کم سوادی که اینجا میگن خارجی نباید باشه، که نمیفهمه خودش اولین خارجی بوده، تازه اگه اولینا بوده که اومده اینجا، چون ما که اومدیم آدم که نکشتیم، اونایی که اولین بودن آدم هم کشتن. اینو برای اون ایرانی‌ها میگن که شما حاضری برید توی قبرستون زباله‌ها کار کنی؟ شما حاضری صبح ساعت 4 و 5 بیای زباله‌های خونه‌ها، آشغال‌های خونه‌ها رو ببری؟ شما حاضری خیابونا رو جارو بزنی؟ شما حاضری پارک رو تمیز کنی که بچه تو، خانم تو، خودت که میری اونجا تمیز باشه؟ افغانی ها این کار رو دارن برای ایرانی ها انجام میدن. و من یادمه توی شیراز که بودم
مردم به دولت اعتراض میکردن چرا به اینا کوپن میدی، نه چرا به اینا خوراک میدی، یا چرا به اینا کوپن میدی. و شما هی بگید که ما میخوام بشیم نمیدونم داریوش، میخوام بشیم تو سرتون بخوره، بیاین آدم بشیم، بیام انسان بشیم. اینم از این ماجرا. یه دوستی برای من نوشته بود که من به شما دو بار گفتم که به جایی که شجره بمیره یکی صدر مرد، یکی من براش نوشتم خانم من دلم، من هیچ وقت آرزو نمی کنم کسی بمیره، بزرگترین آرزویی که میکنم اینه که طرف آدم بشه، انسان بشه و نمیره، اتفاقا وقت داشته باشه آدم بشه. بعد ایشون توضیح داده بود که اینجوریه و اونجوریه. گفتم خب اگه آدم بدیه من نمیدونم شما چرا اینقدر نگاه میکنی، چرا اینقدر تلویزیون نگاه میکنی. بعد گفت بود آره تلویزیونش هم داده به یه خانم کرجی. گفتم تلویزیونش داده به یه خانم کرجی یعنی چی؟ مثل این مونه که من به شما بگم که من چون شما رو خیلی دوست دارم این کاغذه بدهکاری من بالای شما. من نمیدونم تلویزیون های ایرانی که اینجا جا و مکان و استودیو ندارن، یا مثل بگیم واشنگتن تایمز و نمیدونم واشنگتن پست و نیویورک تایم اینا سرقفلی داشته باشن، بتونن بفروشن، بتونن بخرن، همه بدهکارن. و اینم که میبینی هر از مدتی هم میگن ما سیگنالمون عوض شد چون جمهوری اسلامی زدمون، گروه پدر جمهوری اسلامی بله وقتا این کارو میکنه، چیزام میفرسه، بگی چیه اون فرکانس های بعدی که میفرسه مردم، یا حتی میگفتن از کوبا این کارو میکنه. ولی دیگه اینا پول نمیدن، اینا هر سه ماهی میرفتن یه جایی پول نمیدادن میرفتن اونجا. آمریکایی‌ها یاد گرفتن الان میگن به غیر از این که باید به اسم شرکتت بنویسی، زنت هم باید امضا کنه، خودت هم باید امضا کنی، بعد با پول یه سال یا پول سه ماه بذاری. اینا اینجوری شد که تلویزیونای ایرانی یکی یکی از این ساتلایت‌ها رفتن. ولی باز هم من خوشحالم که همون موقع که ساتلایت‌ها بودن، همون موقع که من پیشنهاد کردن آقا ما به شما پول میدیم، ما 12000 دلار ایرانشو میدیم، ما گفتم نمیخوام. همین تجربه چند ساله‌ای که داشتم با این تلویزیون اون تلویزیون اینها برام بس بود. و اولین تلویزیون اینترنتی برید نگاه کنید بر اساس تاریخ، بر اساس شواهد. حالا ما شق القمر نکردیم، انتظارم نداریم کسی جایزه اسکار به ما بده، چون تو ایران دیدید که میگه خب بفرما شما این کار کردی، حالا باید چه کار کنیم، دست خر به جایزه بدیم. ولی جالبه طرف اشاره میکنه دست خودش رو، بعد میگه دست خر باید به جایزه بدیم. عجب ملتی هست. در هر صورت تلویزیون مردم، اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی، شما هم میتونی برنامه داشته باشی با هزینه بسیار کم. کجا بودیم؟ این فیلم زباله شهر تهران را تماشا کن، حرفهای جالبی داره. تماشا کردم برای دوستان هم ضبط کردم، بعد از برنامه خودم نشون میدم تا بعدش بریم سراغ آقای پرویز مینویی از تگزاس. و اما این آقای خزایی، ما خودمون رو کشتیم، به ایشون گفتیم آقا تو رو به خدا، تو رو به دین، تو رو به چوب، تو رو به گاو، تو رو به موش، یاد بگی وقتی میخوای یه چیزی رو برای یه کسی بفرسی توی قسمت سابجکت موضوع اونو که نوشته بذار، که سوربی اگه یکی از تو میگیره، یکی از A میگیره، یکی از B میگیره، یکی از C، بگه این چارتا یکیه، اونی که حسن خزایی فرستاده نشون میده. اینقدر سابجکت ها رو بدون چیز نفرستید. انتقاد از فرمول 1. وزارت بهداشت ایران میگوید این زوج الگو نیستند. گویا یک فیلمی نشون دادن که توی اون خانمه آمده گفته که این همسرش میزده و کتککاری و اینها، ولی اون مقاومت کرده و وایساده و کانون زندگی رو نگه داشته. این فیلم خیلی مورد، این گزارش خیلی مورد انتقاد قرار گرفته و همه گفتن که این بدآموزی اجتماعی داره. خود شما دوستان خداییش چند بار پدر مادرتون که دعواشون شده با هم، مخصوصا وقتی بچه بودیم نمیفهمیدیم، میرفتیم به مادرمون میگفتیم بابا طلاق بگی بریم، ولی دیدیم اونایی که طلاق گرفتن، یکیش این بیبانی معتاد، مادرش طلاق گرفته از پدرش، ببینید چه انگلی داده به جامعه. نمیخوام بگم همه اونایی که طلاق گرفتن آدمای عقب افتاده و بدبختی هستن، این آقای فیروز نادری هم که همشهری ما هست، هم تو ناسا کار میکنه و اینها، اینم پدر مادرش از هم جدا شدن، ولی کلا اینجوریه. حالا
میگه که معاون سلامت روان وزارت بهداشت ایران به پخش مصاحبه از صدا و سیما واکنش نشان داده است. در این مصاحبه با زوجی گفتگو شده که میگویند زن به دلیل کتک خوردن از همسرش 28 بار تقاضای طلاق کرده است. معاون وزارت بهداشت گفته صدا و سیما این زن را الگوی صبر نشان می‌دهد، در حالی که وظیفه دارد به عنوان رسانه ملی به عنوان رسانه ملی مردم را به مراجعه به مراکز درمانی و روانپزشکی حکایت کند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. اینو اگر کسی ندیده همین توی بی بی سی هست، هم بنویسید که وزارت بهداشت ایران میگوید این زوج الگو نیستن، پیدا میشه، بشینید نگاه کنید و درست میگه. چرا درست میگه؟ اینجا چه مرد زنش رو بزنه چه زن مردش رو بزنه که کم نیستن دوستان، که خانمه بشقاب پرت میکنه میزنه تو صورت آقای، نمیدونم چاقو میزنه فلان اینها، ولی هر کدام از این همسر زوجین یا سپاوز اینها اگه حمله کردن به هم عصبانی شدن، اگر طرف زد زخمی بود کبود شد و اینها، باید به پلیس، پزشک قانونی، اول پلیس زنگ میزنی به پلیس، پزشک قانونی آقا رو میگیرن، بعد تازه اگر میگن باید برین روان پزشک، یادش میدن چجوری آروم باش، احمق نباش، مست نباش، عصبانی نباش، بعد اگه دیدن آدم بشو نیست، همون گفتم میبرن شلتر برای بچه و زنش، اینها شلترهای هست، میبرن اصلا یه جا اونا زندگی کنن که این آقا نفهمه اونا کجا هستن، و پدر صاحب بچه رو در میارن، پدر صاحب بچه خود این آقاست. در هر صورت نه، این نشونه صبر و تحمل نیست، این مال زمانی بوده که نشون میده که قوه قضاییه اون به اصطلاح چیزای دیگه جامعه ما پیشرفته نبوده. الان اگه ادعا داریم پیشرفته هست، باید اینجا حقوق مساوی، چه مرد چه زن اگه موجب آزار و اینها قرار گرفت، اولین به پلیس ریپورت کنه، گزارش بده، دوم بخواد که به اینهایی که مال پزشک قانونی، بذارید من این دسته صندلی رو بزنم بالا که وقتی آدم این دسته ها هست میگه انگار به تخت نشسته، چه سفت و سخت نشسته، وقتی نیست حالت کار داری آماده هست، ولی وقتی این دسته ها هست اینجوری میکنی، بعد دوست داری لم بدی، بعد که رفتی عقب دیگه خوابت میگیره و همش یکی پس از دیگری سلسله مراتب تنبلی هست. این هم از این. و اما ساعت 3:16 بعد از ظهر روز دوشنبه 25 فوریه برابر با 6 اسفند ماه 1397 هست، 20 چند روز دیگه به پایان سال و تحویل سال نو باقی نمونده، و دیدم روزم گفتم دوستان شروع کردن برنامه های نوروزی و از طرفی دوستان شروع کردن تبریک سال نو. به نظر من بذارید 1 هفته قبل از عید به هم دیگه تبریک بگید، ولی برنامه های نوروزی برای که بدونیم کی کجا کی چرا چند، من براتون می نویسم 9 مارچ به ترتیب تاریخ میگم، وقتا میگو به ترتیب اجرای نقش، حالا به ترتیب تاریخ میگیم. آقای امید، امید درسته یا امید؟ یعنی دوتا مه که نداره، امید. آریان پرودکشن یا آریان پرودکشن با افتخار تقدیم میکند امید، 9 مارچ واشنگتن دی سی، فیچرینگ دی جی آنی. دی جی آنی که یه جا باشه دوستان خیلی خوبه، امید که باشه دیگه میشه بهتر از بهتر. مجللترین جشن نوروز 98 با حضرت عشق امید، به احتمال 99% بنده هم اونجا خواهم بود و خوشحال میشم که شما رو هم اونجا ببینم. بلیتاش رو از وبسایت کدوم میتونید بخرید؟ از صفحه فیسبوک آقای آرمان شهبازی میتونید تهیه کنید، و اگر مشکلی داشتید برای تهیه بلیت با ما هم تماس بگیرید، بهتون میگم کجا کی چه موقع. و اما سه بالش
یا بالش سه نفره، نه با سه بالش، کجاست بالش سه نفره؟ اجازه بدید من این رو هم عکسش رو بیارم اینجا. بله capture select area. آقای فرزان دلجو میتونم بگم یکی از اونایی بود که خیلی از سنین جوانی تو کار تئاتر و رادیو تلویزیون اینها بود، بعد هم نویسنده است، هم کارگردانه، هم هنرپیشه، هم مجری تلویزیونه، و من هم دو بار یا سه بار ایشون، سه بار تا حالا ایشون رو ملاقات کردم. یه بار در کالیفرنیا که ایشون با داداشش بود، دو بارم اینجا نمایشایی که اومدن با آقای کی، اون دوستمون که اهل شمال و رشت و اینها هم هست، و یکی دیگه هم آقای شبخیز. بله نوروز سلیبریشن سدده مارچ 16، اون یکی مارچ 9 بود، این 16. بذار ببینم من تاریخ من اشتباه میکنم، خیلی اون 9 بوده این 16 سدده درست میشه. خب دوتاش هم شنبه هست. بله سدده نهم میریم امید، سدده شنبه هست 16 میریم نمایش بالش سه نفره. والا این روزا بالش دو نفره هم نیست، طرف دو تا بالش جدا دارن، حالا بالش سه نفره یعنی چی؟ بعد از سه دهه فرزان دلجو و آیلین ویگن در صحنه تئاتر با شرکت سحر اخوان و هنرمندی علی پورتاش، بالش سه نفره The Best Comedy Show Washington DC، کمدی ترین و جنجالی ترین نمایش 20 سال اخیر، نمایشی از فرزان دلجو. متاسفانه اینجا نه شماره تلفن نوشته نه آدرسش رو نوشته، احتمالاً این روزایی بوده که اول به اصطلاح تهیه دیدن و اینها هنوز مشخص نشده بوده، فکر کنم در نووا باشه، ولی سعی میکنم از آرمان بپرسم شماره تلفن تماس، آدرس و اینها، و بعد بهتون بیشتر گزارش میدیم همونجوری که نزدیکتر میشیم. و اما چرا رضا شاه مجلس را طویله مینامید؟ هیچ کس میدونه چرا؟ اینجا نوشته عبور کاروان از جلوی مجلس. من این عکسم بهتون نشون بدم، میبینید اینجا الان ما هر عکسی باز میکنیم این وید بلستر لاک میشه، چرا نمیدونم، یه چیزی تو فرمت اینها، ولی من این اکثر دوست دارم بیشتر و پهن‌تر بهتون نشون بدم، یعنی از 4 به 3 و اینها بیشتر بریم. بله کامل‌تر، حالا درست شد. این از این. خب شد چی؟ چرا رضا شاه مجلس را طویله نامید؟ که من هیچ ربطی بین این عکس نمیبینم. خب اون وقتا این کاروان و به اصطلاح اینها یه چیز معمولی بوده برای حمل و نقل، و خب اینا باید از جایی که یا جاده بوده یا خیابون بوده رد بشه. ولی این که رضا شاه چرا این رو طویله نامید، یه دوستی سالها پیش یه مقاله نوشته برای منم فرستاد و گفت که آقا چرا رضا شاه رو سرزنش میکنه. رضا شاه یک کسی که خودشون میگن رضا قلدر بوده، بعد خودشون میگن اولین شغلی که داشته توی طویله قزاق ها به اصطلاح اسبا رو قشو میکرده و آماده میکرده و اینها، بعد شده نمیدونم سردار قزاق، بعد شده سردار سپاه، بعد فلان. میگه این همه چیز رو طویله میدیده، و خب حالا خواستم مثال بزنه به اینا توهین کنه، یعنی گفته اینا حیوانن، خرن، اسبن، الاغن و توی طویله هستن. ولی یادش نبوده که خب این طویله تو هم باید توش باشی، با اینا سر کله بزنی. به نظر شما چرا رضا شاه مجلس را طویله نامید؟ و اما یک مسیج دیگه، نامه نهضت آزادی به احزاب جهان. آمریکا تندروهای داخلی و جنگ افروزان خارجی را تقویت میکنه. باور کنید من وقتی این خبرها رو میبینم خندم میگیره. البته میدونید که ما داریم، خنده یه تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از خنده گذشته است،
از آن میگریم. چرا خندم میگیره؟ مثلا نهضت آزادی رو شما میشناسید؟ کیا هستن؟ کجا هستن؟ برنامهشون چیه؟ با آخونده هستن؟ بر علیه آخونده هستن؟ اینا جز به همون ملی مذهبی هستن؟ کی هستن؟ حالا یه نگاه کنیم ببینیم چی نوشته. و اینا خیلی با ایرانی ها در تماسن که حالا دیگه برای خارجی ها نامه می نویسن، برای احزاب دنیا نامه می نویسن. اینا مثل رضا پهلوی یکمی مثل که مالی خولیایی شده. بله، میگه نهضت آزادی، این آقای محمد توسلی دبیر کل نهضت آزادی ایران هست، همم ماشاءالله 60-70 جوانترینشون من هستم. محمد توسلی میگه که نهضت آزادی در نامه به احزاب عمده جهان از آنها خواسته برای موضع‌گیری دولت‌هایشان علیه سیاست یک جانبه آمریکا علیه ایران تلاش کنه. بسیار عالی. یعنی تمام احزاب دنیا نشسته بودن منتظر آقای توسلی که ایشون بهشون یا پیشنهاد کنه یا دستور بده. حتما 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 این کار انجام میشه. اون دوستی که من میگه آقا شما به نظر میاد از همه انتقاد میکنی، بهش میگم شما فرشگرد و قبول داری؟ میگه نه. میگم خب چرا از انتقاد نمیکنی؟ میگم شما ققنوس رو قبول داری؟ چرا از انتقاد نمیکنی؟ اتفاقا این دوست ما گفت پیام منو پخش نکنید، من نمیخوام انتقادهای من از دیگران مردم فکر کنن که من قضاوت میکنم. آقا دوست گرامی، ما همه همیشه داریم قضاوت میکنیم. اینها دروغه که چپوندن تو مغز ما که چی؟ پیش قضاوت نکنید. مگه میشه؟ شما برنامه من که تموم شد، قبلش نه، برنامه من که تموم شد، تو خیابون که داری راه میری نگاه کن، خب یه آدم مرتب میاد، شما دلت میخواد نزدیک اون راه بری، یه آدم کثیف میاد که از دو متری بو میده، شما نزدیکش راه نمیری. پس شما از پیش قضاوت کردی. ما با پیش قضاوت همه کارامون انجام میدیم. نگاه میکنیم میبینیم ترافیک 66 زیاده، میریم از رود 7 میریم. این قضاوت کردیم درباره ترافیک و درباره جاده ها. نگاه میکنیم میبینیم برنامه سربی مزخرفه، میریم برنامه آقای میبودیر نگاه میکنیم. این قضاوت کردیم درباره سربی و قضاوت کردیم در برای میبودی. بعد یه مدت برنامه میبودی رو نگاه میکنی، میبینی آقا میبودی اصلا برنامه نداره، این بنده خدا یه حقوق میگیره یه برنامه اجرا میکنه. هیچ وقت هم شما مثل آدامس بادی نمیفهمی، هرچی هم بیجوی چیز تو شکم نمیره. اینا همینه. ولی آقای توسلی، من به نوبه خودم از شما چقدر ممنونم که شما آمدی و دنیا رو نجات دادی از این نادانی، از این بی برنامگی. دبیر کل نهضت آزادی در این نامه نوشته است که سیاست کنونی آمریکا علیه ایران به تقویت تندروهای داخلی و جنگ افروزان خارجی منجر می شود. از کرامات شیخ ما آقای توسلی چه عجب. مشت را باز کرد و گفت یک وجب. از کرامات نهضت آزادی این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. همزمان با خروج توافق هسته‌ای بازگرداندن تحریم ها، مقام های دولت دونالد ترامپ از اعتراضات در ایران استقبال کرده و مواضعه سرسختانه‌ای علیه حکومت آن بیان کردن. اعتراضات سراسری دیگه تموم ماجرا. قدیانی فلان اینا، آقای توسلی با انتقاد از تحریم های آمریکا نوشته است این مردم ایران هستند که بیشترین ضرر و زیان اقتصادی را از نایه تحریم ها متحمل می شود. افزون بران این تحریم ها منجر به تضعیف طبقه متوسط و محرومان جامعه شده و روند دموکراسی خواهی در ایران را نیز مختل می کند. او ضمن آن که نهضت آزادی را از جدیترین منتقدان قانونه نظام سیاسی حاکمیت ایران خوانده و به فشارهای امنیتی علیه اعضای آن از جمله زندانها و شکنجه‌ها اشاره کرده، خواهان اجرای توافقهای بین المللی شده و آنها را ضامن صلح و امنیت
جهان دانسته. نهضت آزادی پس از انقلاب 1357 در کنار جبهه ملی دولت موقت را تشکیل داد، اما پس از آن به حاشیه رانده شد. خب حالا متوجه شدین؟ نهضت آزادی یه حزب، یک سازمان، یک بنیاد، یک جبهه است که قانونی در ایران. ملا به کی اجازه فعالیت قانونی میده؟ بگید همتون با هم دیگه. به اونایی که ولی فقیه رو قبول دارن، قانون جمهوری اسلامی رو قبول دارن و الی آخر. جبهه ملی که همزمان با نهضت آزادی بوده، آقای نخست وزیر بازرگان رو فرستادن و آقای شاپور بختیار رو در به در کردن، چه کاری کردن؟ چه تاج گلی بر سر ما زده هن؟ اون شعر هست، تو به تنهایی میخواهی جنگل باشی، چه گلی بر سر ملت زده ای؟ اینو این بهبانی معتاد خیلی قشنگ اجرا میکنه. ولی این بهبانی مصاحبه هم کرده با امیر یغمایی، خیلی کارش جالبه. البته خب کاری که نمیکنه، میشینه اونجا اون یغمایی صحبت کرده. در اصل ما چون که بدی رو میگیم خوبیش هم میگیم. یه نور جدیدی امروز افتاده اینجا و احتمالا فصل داره عوض میشه، چون پاییز داره تموم میشه، به طرف زمستون میریم، این جای خورشید و اینها هم عوض میشه. شما هم مثل من هستید، یادتون میره بعضی وقتا که خورشید دور زمین میگرده یا زمین دور خودش میگرده. ولی یه چیزی رو من میدونم، ما اینقدر دور خودمون میچرخیم که همه گیج بودیم، حالا یه کمی هم گوزپیچ. بله، درود بر آقای سربی عزیز، آقای رجبی، من هم به شما هم درود، جواب درودت میدم، هم سلام میکنم که خوش آمدید و ممنونم که با ما هستید. و اما اون مسیج هم دوستون گفته پخش نکنیم. آها، این پتیک روزی که ما آمدیم اینجا، وقتی که فهمید این محل قدیمیه و اینها، گفت که سربی مواظب درخت های کهنه خونت باش و الانم تا زمستونه درستشون کن، چون بهار میاد و برگ میارن و تابستون میاد سنگین میشن، میفته رو خونه خودت، رو خونه مردم، خسارت باید بدی. چه نصیحت درستی انجام داد. ولی باورتون میشه وقتی برای من این ایمیل فرستاد، اشک من در اومد. حالا بعضی ها اینا که از من میترسن، اینا که از من بدشون میاد، فکر میکنم من یه آدم سنگ دل، یه آدمی هستم که اصلا شما اون ور خیابون منو ببینید، من میگم اوه میخوام بخورم، بزنم بکشم. اونایی که منو میشناسن میدونن که ما اشکمون دم مشکم. چرا گیگم گرفت؟ اشکم در اومد. هفته پیش اینجا یخبندون شد. آمریکا هم که گفتم بهتون، سیمای برق و یخ و این درخت و اینها. و یه خانم خیلی مرتبی همین مریلند، از اینا دیدی یه برگ میفته میرن اون برگر رو هم میدارن، یه برگ دیگه میفته اون برگر رو هم میدارن. درخت ها یخ روش بوده، یه دوتا شاخه شکسته. من همین الان که با شما صحبت میکنم، امروز صبح رفتم یه شاخه دیگه شکسته بود گذاشتم کنار خیام. ولی اون خانمه تو اون سرما، تو اون یخ رفته بیرون تو حیات وایساده تمیز کردن و اینها، 52 سالش بود. یه درخت دیگه ای افتاده روش و نمرده، زیر درخت گیر افتاده. 8:30 شب بچه هاش، دخترش، پسرش تماس گرفتن. ما با مادرمون هر روز صحبت میکنیم چی شده، نمیم خلاصه زنگ زدن و جواب نبوده و پلیس رو رفتن، دیدن این زیر درخت گیر افتاده، ورش میدارن و آمبولانس و بیمارستان، میمیره، فردا صبحش میمیره. من وقتی پتیک اینو فرستاد اشکم در اومد که آدم چقدر واقعا از لحاظ محقق همش فکر کنی ثروتمند پوله، چقدر من ثروتمندم که یه دوست اینجوری دارم که آقا تو کالیفرنیا بهترین آب و هوا، ولی نگران منه، نگران درخت خونه من. من ازت ممنونم آقا که انسان بودن، آدم بودن رو داری به منم یاد میدی تا منم برای دیگران همینجوری عمل کنم. دوستان بیاین به هم قول بدین، دست چپتون پای راستتون ببرین بالا. اون معلمه بود، بچه رو تنبیه کرد، گفت دو تا دست ببر بالا. بچه وایسه دو دهی نشتک مینداخت، ادا و اطفار در میاد، بچه های دیگه میخندن، گفت کر خطو آدم نمیشی، یه پاتم ببر بالا. بچه یه پاشن که بولود بالا، بازم تا معلمه داشت به دانش آموزان اینا چیز میگه، هی اذیت کرد و اینا، گفت دو تا پاتو ببر بالا.
گو آقا معلم ما رو فلانمون وایسیم، حالا اینه شما هم دست ببر بالا قسم بخوریم سوگند یاد کنیم که از امروز آدمای بهتری باشیم، انسان باشیم، چون بعضی ها میگن آدم باشیم، انسان هستیم باید آدم بشیم، هر وقت میگیم باید میخوام آدم باشیم میگن نه آقا آدم هستیم باید انسان بشیم، هر کدومش که بهتره. داریم به عید نزدیک میشیم، خون تکونی این بالا پایین هرچ یه کمی، امیدوارم درخت ها یادت نرفته باشه، خیلی ممنون. نه میگه اسم اون شمالی که با آقای شبخیز میاد شاهین هست، برنامه دکتر اسی، فکر کنم فامیلش جامعی هست، آقا نمره 20 درست میگی، شاهین جامعی. خیلی من اونم سه بار چهار بار دیدم، اتفاقا یه دفعه تو کافه تهران در کالیفرنیا دیدمش، اونم به من، حالا دیگه ما به ایرانی ها همدیگری که میبینیم نمیگیم که آقا چه برنامه افتضاحی داری، میگه آقا دمت گرم چه برنامه خوبی داری، خلاصه خیلی تعریف میکن، خیلی خوشم میاد خودتی، اونم کمدیایی که میسازه خیلی عالیه، یه مدت نقشی راننده تاکسی شمالی یا رشدی رو در کالیفرنیا اجرا میکرد، برنامه بسیار جالبی بود، برنامه های متفاوتی داشته داره، برید نگاه کنید، آقای شاهین جامعی، شما کاملا درست میگید، آقای فرهاد زمانیان از ایران. خب ما پس این پیامرم پخش نکنیم، سه تا پیام من گذاشته بودم، این دوستمون گفته پخش کن یا نکن. و اما نامه خانم شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به شورای حقوق بشر سازمان ملل، در رابطه با سخنرانی ظریف در روز سه‌شنبه 28 فوریه. من برای ایشون نوشتم که آها قبلش ایشون نوشته بود که UN Human Rights Council has given platform to a representative of the dictator regime، میگه که پلتفرم یعنی سکو، سکوی ارتباطی هرچ، میگه که United Nations سازمان ملل این بلنگو و سکو و اینا رو داده به نماینده یک دولت دیکتاتوری که بیاد اونجا صحبت. میگم خب خانم شیوا محبوبی گرامی، این سازمان ملل نیست، این سازمان دوله، اونم تازه تو دولم چند تایی که از همه بدترن، همونایی که حق ویتو دارن و همونایی که، حالا اگه سازمان ملل بود تو ژنوی تو اروپا یه جایی بود مردم میتونستن برن. خیلی رو این حساب باز نکنید. بلافاصله ایشون برام نوشت شما درست میگی ولی بهتره که ما فعالیت خودمون رو انجام بدیم. خب اینا رو دیگه خوندم ولی بذارید ببینم اگه چیزی نخونده ای هست اونها رو بگم، اگه نه ازتون خداحافظی کنم، ولی یک ساعت دیگه میایم دوباره با آقای پرویز مینویی هستیم. آقای مینویی خودش میگه که از سن 12 سالگی شروع کرده فعالیت‌های سیاسی با طرفداری از مصدق، بعدن میگه در زمان انقلاب هم موافق انقلاب بوده تا اون نزدیکی‌های انقلاب و اینها، بعد فهمیده که نه داره به بیراهه میره و به اشتباه میره و عوض شده. الان یه جورایی بفهمی نفهمی، چرا میگم بفهمی نفهمی، یه جورایی بفهمی بفهمی طرفدار سفت و سخت 16 است. هر وقت میپرسم خب ایشون برنامه چیه، میگه برنامه که نداره، ولی خب دیگران هم برنامه ندارن، بین این برنامه نداره من طرفدار اینم، چون بالاخره ایشون پسر شاه بوده. اینم از این ماجرا. اون روز خانم جیلانی هم همینو گفت، بالاخره این پسر شاه، فلانی هم پسر یه دکتره، ما یه دوست داریم مهران غفاریان، ایشون پسر دکتر غفاریان، خب باباش دکتره یا بود، حالا خدا کنه هنوزم باش، رفتم فلورید، ولی من که حاضر نیستم که اگه مریضم به مهران زنگ بزنم، به مهران اگه زنگ بزنی تنها دارویی که بلده از صدقه سر رازی مشروبه، میبردت مشروب خوری، ولی نه سوار هواپیما میکرد، گاهی وقتی میرفتیم دوربرا منسس اینا دور میزدیم. اینم از این. و اما میگه که ملتی که انقدر احمق است که فکر میکند با اجرای این گونه حماقت ها، آن هم در پس پرده با رژیم جمهوری اسلامی در حال مبارزه است، ملت مبارز و لایق، این ملت لیاقت همین نوع حکومت نیز می باشد و نباید شکایت کند.
حالا بذاریم که ببینیم این فعالیتشون چی بوده. یه سری فعالیت هایی که شما میبینید ویدیوهایی هست بیمزه لوس توسط مجاهدین خلق، و انقدر مجاهدین خلق بی آبرو شده که خودشون از بردن اسم خودشون خجالت میکشن. نگاه کنید حتی میاد با پیک شادی و نمیدونم فلان اینها. حالا این که باز خوبه اقلا توی بیمارستان و اینها هست آقای آریانپور، بذارید اینجوری باشه و این هیچ عیبی نداره. این نشون میده یه خانم پرستاری آمده با یک خانمی که بیمار هست و در بیمارستان هست با هم میرخصن. یکی دیگه هم بود نشون میداد تمام به اصطلاح کارکنان بیمارستان میرخصن با هم و اینها. اینه که ترکیه است. والا من همین مبارزه رو بیشتر قبول دارم تا اونایی که الان 8 مارچ دوباره سازمان مجاهدین پشت سازمان‌های دیگه قایم شده. و خیلی متاسفم که آقای مختار آمده زیر آگهی نوشته هزینه این آگهی را فلان سازمان می‌دهد. یعنی من باور دارم که آقای مختار می‌دونه که اینا دقیقاً سازمان مجاهدین هستن. البته تبلیغ سازمان مجاهدین هم هر وقت پول بدن می‌کنه، ولی نکنید این کار برای 400 دلار آگهی. البته خب چند هفته آگهی تا برسه اونجا، لابد 4-5 هفته آگهی گذاشتن، 2-3 هزار دلار میشه. نمیدونم، بعضی وقتا برای پول واقعا، مخصوصا ماها که دیگه حالا درستیم تو این سن و سال، خوب بد ساختیم، بچه هامون دانشگاه رفتن، بچه هامون موفق هستن، نکنید برای پول همه کاری انجام ندید. نگاه کنید با آگهی های دیگه، زیر هیچ کدومش شما ننوشتی آقای مختار که این پول آگهی چلو کبابی مثلا کباب بازار رو کباب بازار داده، ولی زیر این یه آگهی که میدونید اینا سازمان مجاهدین هست و زیر اسم مختلف قایم شدن، حالا یا به پیشنهاد آقای ترشیزی بوده یا دیگران، شما نوشتی که این آگهی رو مخارجش رو همین سازمان جوامع ایرانی داده. و میخوام یه روز از غلام ترشیزی سوال کنم، اگر اهل باور داشتن به روح و ارواح هستی، تو رو به ارواح اون سه تا برادرت که کشته شدن، تو رو به جون همسرت، تو رو به جون پسرت که یه دونه پسر فکر نمی‌کنم بیشتر داشته باشی، آیا این جوامع ایرانیان آمریکایی همون سازمان مجاهدین هستن؟ اگه هستن چرا دروغ میگی؟ خجالت بکشی؟ چرا مردم رو جمع میکنید جایی که مردم اگر بدونن اینجا مجاهدینه نمیان؟ ویدیو میسازه روش مینویسه پیک شادی، که هم پیک رو غلط نوشته هم شادی رو غلط نوشته، بعد یه علامت شیر خورشید میذاره این کنار. میگم که شما برید نگاه کنید، اولین کسی که شیر خورشید و اینا رو برداشت از پرچم و اینا همین مجاهدین بودن. بعدن اولین کسی که آمد به عنوان سوء استفاده گذاشت باز همینا بوده. و این پیک شادی چرا نمی‌نویسه رادیو تلویزیون و سیمای آزادی این ویدیوهای لوس رو؟ ویدیوهایی که دیگه این روزا با 35 دلار شما میتونی پروگرام بخری، برنامه خامنه ای و نمیدونم اون رو بذاری به جای خامنه ای، اینو بذاری به جای اون، اونو بذاری. کارمون خیلی خرابه. یه روز این نشریه‌های اینجا رو شما بردارید از اول تا آخرش ورق بزنید، ببینید هیچ کدوم خطی نشون میدن که اینا طرفدار کی هستن. همشون هم میگن ما نشریه آزاد هستیم. بله تو میتونی آزاد باشی، ولی باید نظر خودتو خط خودت رو هم به دیگران بگی تا مردم بدونن کجا هستن با کی طرفن. کارمون خیلی خرابه. دوستان عزیز، ورود درود، درود ورود باد بدید. سعید حبیب‌تاش
ورود درود به همگی دوستان، اونا که وارد نشدن، شما وارد شدی. چون دوستمون پیشنهاد کرد به ذات که وقتی میایم بگید درود ورود یعنی آمدم، وقتی هم میخوایم بگیم بگید درود خروج که بفهمیم دارید میرید، اینجوری استفاده کنید، درود ورود درود خروج. البته برای خارج شدن میگن بدرود، بعضی هم دیگر میگن بدرود تا درودی دیگر. خب سوربی داره اعلام میکنه درود خروج. ساعت 4:45 یعنی تقریبا 1 ساعت و 2 دقیقه دیگه با آقای پرویز مینوی خواهیم بود از تگزاس، و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. شما لازم نیست برنامه خودتون باشه، اگه یه برنامه رو دوست دارید، برنامه میگودی همین امیر شجره، به امیر شجره یه چیز دیگه میگن، بله امیر شجره، برنامه فخرآور، برنامه امید دانا، هر برنامه رو که شما دوست دارید و میخواین حالا یا مردم رو آزار بدین یا میخواین اونام آگاه بشن، میتونید از تلویزیون مردم پخش کنید. اون آقای سلاحی بود یا سلاحی بود، من اتفاقا برایش نمیشتم، من دانشجو که بودم برای یک مهندس سلاحی کار میکردم در کاشی حافظ زرقوم، و ایشون گفت نه ما اونها نیستیم، این اون فامیلی سلاحیه، این فامیلیش سلاحی. از اینکه با ما بودید ممنون متشکرم. ویدیوی کانون آوا در فیسبوک باقی میمونه، به زودی روی یوتیوب هم میاد. ویدیوی سوربی با مردم از سالی که تونستیم گذاشتیم، آرشیو منظم مرتبی داریم، و فکر کنم هر از گاهی اون لینک تمام ویدیوهامون هم روی فیسبوک بذارم که اونجا همه ویدیوها رو میبینید، شما میتونید برید قدیم قدیم، جدید جدید نگاه کنید، ببینید اون موقع که شروع کردیم چقدر شیرازی حرف میزنیم، حالا چند کلمه به زور مجبوریم، اصلا این لهجه تهرونی درسته، شیرازی درسته، کدومش درستره، کدومش فارسیتره، خیلی بحث و گفتگو داریم. گفتنی ها کم نیست، من تو گم گفتیم، پس خوردنی ها کم نیست، من تو کم خوردیم، خاموش کنیم بریم. بله پدرود، ها 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 ها. مرسی بدرود. دوستان عزیز، از اینکه با ما بودید، با تلویزیون مردم بودید، از شما ممنون متشکرم. برنامه رو با دیگران هم در میون بگذارید. روز روزگار بر شما خوش.